اقتصاد کلان رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. حواستون باشه. چرا کلان بیاموزیم؟ چون که میخواهیم که سطح رفاه جامعه رو افزایش بدهیم. چون میخواهیم سیاست گذاری های انجام بدهیم که رفاه شخص، رفاه جامعه افزایش پیدا کنه. معضلات اجتماعی مانند کارتون خوابی، خشونت محلی، جرائم و فقر با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارن. مثال میزنیم خدمت شما. مثال های متعددی میتونیم خدمتتون ارائه بدیم. خب اقتصاد کلان رفاه شما را هم تحت تاثیر قرار میدهد. نه فقط اقتصاد کلان کاربرد داره در سیاست گذاری، بلکه اقتصاد کلان روی در واقع ویل بینگ یا رفاه فردی هم تاثیر میگذارد. پس مثلا نگاه کنید، در بسیاری سالها رشد دستمزدها با افزایش نرخ بیکاری سقوط میکنند. وقتی که تعداد بیکاران افزایش پیدا میکنه، در واقع اون افرادی هم که کار دارند متاثر خواهند شد و در بسیاری مواقع اون افرادی هم که در بازار کار حضور دارند دچار مشکل جدی خواهند شد. چرا؟ برای اینکه اگر که تقاضا کنند برای افزایش دستمزد، بلافاصله کارفرما میتونه فرد دیگری رو جایگزین کنه، البته به شرطی که قوانین مانع نشوند. در کشورهایی که قوانین مانع میشوند و قوانین تاثیر میگذارند روی اینکه شرکت ها آزادانه اقدام به استخدام و اخراج بکنند، شرایط کاملا متفاوت میشه. و جالب اینجاست که در اون کشورها اتفاقا سطح رفاه کارگران و کارمندان اتفاقا بیشتر کاهش پیدا میکنه. دقیقا همون مسئله که خدمت تو عرض کردم، شهود یک چیز رو میگه، در اقتصاد معمولا عکس شهود اتفاق میفته. شما میاد یه قوانین کار به قول خودتون پیشرفته رو تنظیم میکنید که از حقوق کارگر دفاع کنید، تنها کسی که از این قوانین ضرر میکنه یا اولین کسی که از این قوانین ضرر میکنه قشر مستضعف و همون قشر کارگر هست. چرا؟ چون دیگه کاری نداره، دیگه کار در اختیار نداره. نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه با این قوانینی که شما اجرا میکنید. خب نرخ بیکاری و تورم رو میبینیم در زمانی بوده که ما تصورمون بر این بود که رابطه منفی بین نرخ بیکاری و تورم وجود داره. مثلا ملاحظه بفرمایید، مثلا در اینجا ملاحظه میفرمایید که در برخی زمانها در زمان رؤسای جمهور متفاوت در آمریکا، ملاحظه میفرمایید که نرخ تورم مثلا آقای ریگان رو در نظر بگیرید، در ابتدایی که کارش رو شروع کرده 13.5% نرخ تورمش بوده و جالب اینجاست که ریگان این 13.5% رو برای اولین بار کاهش داد به 4.3%. من خیلی تلاش کردم به مسئولین ایرانی بگم که شما از اون دوران شاید امریکا که ریگان رئیس جمهور شد و پول وولکر رئیس بانک مرکزی امریکا شد و نرخ تورم رو کاهش داد استفاده کنید و نرخ تورم رو کاهش بدید، ولی اون سیاست ها متقن مد نظر قرار نگرفت. مثل همین شرایط رو خانم نابیولا در روسیه انجام داد. بعد از که روسیه تحریم شد نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ تورم به سطح 18% هم رسید، ولی سیاست های کاملا دانشی، کاملا علمی خانم نابیولا باعث شد که وضعیت دگرگون بشه در روسیه، نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد، نرخ رشد اقتصاد افزایش، نرخ رشد اشتغال افزایش پیدا کرد، رفاه جامعه افزایش پیدا کرد، فقر کاهش پیدا کرد. علی رغم تحریم از سال 2014 تا سال 2020، یعنی تا پارسال، بحران کرونا تاثیر منفی شدید در روسیه گذاشته، ولی تا پارسال واقعا وضعیتی که خانم نابیولا در روسیه اجرا کرد واقعا باور نکردنی بود. بنده که هیچ دسترسی به مسئولان امر ندارم، ولی در گذشته که چند باری توانستم حضور پیدا کنم در جلسات آقایان، من خدمتشون عرض کردم، مشخصا خدمت دو مسئول عالی رتبه اقتصادی کشور عرض کردم که بروید از خانم نابیولا بیاموزید. اگر ما اجازه نداریم از آقای ولکر صحبت کنیم چون در آمریکا سیاست ضد تورمی را اجرا کرده، خب شما برید از خانم نابیولا بیاموزید. دیگه ایشون که طرفدار نیولیبرالیسم نیست، ولی متاسفانه مطلقا شنیده نشد. حتی یکی از مسئولین محترم به بنده گفتن که اتفاقا در جلسه ای بودیم با خانم نابیولا، وقتی من توضیح دادم سیاست های پولی کشور ایران رو، خانم نابیولا رو کرد به مشاورین خودش و گفت ما باید بریم تحقیق کنیم و از ایشان بیاموزیم. خب من دیگه پاسخی نداشتم که بدم. با توجه به شناختی که من از علم اقتصاد کلان دارم و با توجه به مسائلی که در ایران داره اجرا میشه، من نمیتونم اینو جدی بگیرم و برداشتم این است که متاسفانه کشور عظیم ما با 82 میلیون جمعیت
به سخره گرفته شده بوده در اون جلسه و این مسئول عالی رتبه متاسفانه متوجه نشده است. ملاحظه می فرمایید که یک رابطه‌ای به نظر می رسید که بین در ابتدا بین رابطه معکوسی بین بیکاری و تورم باشه، یعنی اگر تورم بالاتر بوده مثلا بیکاری کاهش پیدا کرده. مثلا ببینید از 1976 تا 1980 نرخ تورم بالا رفته، نرخ بیکاری این مدت کاهش پیدا کرده. این رو اولین بار یکی اقتصاددان بزرگ کلان به عنوان آقای فیلیپس مطرح کرد که رابطه منفی بین نرخ بیکاری و نرخ تورم وجود داره. بعدها در دنیا همجور که ملاحظه می‌فرمایید این رابطه دیگه دیده نشد، یعنی وقتی نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد همزمان نرخ بیکاری هم کاهش پیدا می‌کرد. ما این رو تحت عنوان فروپاشی منحنی فیلیپس یا The Collapse of Phillips Curve در ادبیات اقتصاد کلان می‌شناسیم، یعنی اون برداشتی که در گذشته داشتیم که اتفاقا مسئولان ما خیلی از این یاد می‌کردن از کتاب‌های برنسون که مال اون زمان بوده اینجوری نوشته شده که میاد منحنی فیلیپس رو درس میده. اون برداشت اشتباهی بود که ما تصورمون این بود که برای رشد اقتصادی، برای کاهش بیکاری چاره‌ای نیست مگر اینکه مقداری از تورم رو بپذیریم. نه فقط این درست نبود، بلکه اگر شما می‌خواهید که نرخ بیکاریتون کاهش پیدا کنه، اتفاقا باید تورمتون هم کاهش بدید. چون تورم بالاتر مساوی با نابرابری بالاتر، تورم بالاتر مساوی با نااطمینانی بالاتر که در اقتصاد ملاحظه می‌فرمایید.